خب دوستان عزیز، بینندگان گرامی، سلام میکنم به شما. امیدوارم که اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. خیلی از شما دوستان احوال خانم دکتر نسترن زنوسی رو میپرسیدید و خود من هم مدت ها بود که با ایشون تماس نداشتم. تا دو سه هفته پیش زنگ زدیم و با هم صحبت کردیم، خیلی خوشحال شدیم، از ایشون دعوت کردم، ولی گرفتار بودن و باور نمیکنید یه روز تازه وقتی رسیدن خونه گفتن دوباره باید برم بیمارستان. و من تشکر میکنم مخصوصا تو این ایام کووید که دکترا و پرستاران نشون دادن که واقعا اونها انسانهای بهتر از ماها هستن به خاطر همین خدمت کردن به دیگران. امروز خیلی خوشحالم که فرصتی پیش آمد تا بتونیم با تلفن با خانم دکتر زنوسی صحبت کوتاهی داشته باشیم. بعد امیدوارم که در آینده بتونیم از طریق ویدیو، اسکایپ یا زوم یا فیستایم با ایشون بیشتر صحبت کنیم، چون خیلی از شما مایل هستید که افراد نیکوکاری مثل ایشون در برنامه ها باشن و به قول آمریکایی‌ها enough of politics و سیاست و اینها که به هیچ جا هم نمیرسه. من سلام میکنم به ایشون، بهشون خوش آمد میگم و امیدوارم که همینجوری که به آخرین روزهای امسال میرسیم بعد از این ماجرای واقعا پر دردسر کووید 19 بتونیم آینده خوبی داشته باشیم. سال مسیحی 2022 که میاد سالی بهتر برای همه انسان ها باشه، ولی این امکان نداره مگر اینکه من و شما بهتر باشیم و به فکر دیگران. هیچ کس در این رابطه بهتر نیست جز خانم دکتر زنوسی که همیشه نشون دادن به فکر دیگران بودند و هستند. خانم سلام میکنم به شما، خوش آمدید، ممنونم که دعوت ما را قبول کردید. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و محترمتون. جناب سوزی خیلی تشکر میکنم از این اپورتونیتی و موقعیتی که دادید در خدمت بینندگان عزیز و شما باشم. من ممنونم از شما. خانم زنوسی، قبلا هم ما با شما صحبت داشتیم و خود من شخصا از به اصطلاح کارهای خیری که شما و خانواده انجام میدید، چون در این محل دیدم، بودم، افرادی رو، حتی بچه‌هایی رو از ایران آوردید و بهشون جا و مکان دادید و اینها، کاری که معمولا همه کس انجام نمیدن. و میدونم که شما هدفتون خیر هست، هدفتون کمک، و حتی توی مسافرتایی که به ایران میرید با افرادی که مصاحبه میکنید، صحبت میکنید، کمک میکنید، اینها بعضی وقتا بحث برانگیز هم هست، ولی شما فلسفه خودتون رو دارید. در همین رابطه من میخوام با شما صحبت کنم، ازتون بپرسم، برای دوستانی که ممکنه تا امروز با شما آشنا نبودن یه مقداری توضیح بدید. مثلا اون دیدار شما با خانم بیل گیتس که ایشون هم خیلی معروف هست در کارهای خیر و کمک به کودکان آفریقا و اینها، دیدار شما با بوش بزرگ، پدر جورج بوشی که رئیس جمهور بودن هر دوشون، اینها، اون مهمانی خیریه در نیویورک، همونجوری که گفتم آوردن کودکان به اصطلاح برای بیمارستان و اینها از سیستان و بلوچستان، تهران، استان خراسان. به نظر میرسه شما اصلا جغرافیا و اینها نمیتونه شما رو محدود کنه، مذهب و دین و ملیت و اینها نمیتونه شما رو محدود کنه و فراتر از این کمک میکنید به هر انسانی و هر محتاجی. تقدیم نامه های مختلفی دارید، ملاقات داشتید با خانم فرح دیبا پهلوی، تقدیم نامه و ملاقات دارید از داشتید با آقای جواد ظریف، و تقدیم نامه دارید از مدارس دبستان مختلف آموزش پرورش استان خراسان. من ساکت میشم، شما یه مقداری بیشتر در این باره توضیح بدید و بعد میخوام ازتون سوال کنم که موضع سیاسی یا هیچ به اصطلاح دولتی، گرایش مذهبی و اینها هم ندارید، در اون باره هم باز با هم صحبت کنیم. خیلی ممنون از شما یه بار دیگه که دعوت ما رو پذیرفتین. برای شما و افرادی که کارهای خیر انجام میدن بهترین ها رو آرزو میکنم. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان و تلویزیون مردم، بفرمایید. مجددا تشکر میکنم از شما و گیرندگان محترمتون. من در حال تصویر جناب سوربی
فعالیتم کاملا شخصی و بدون هیچ سازمان خیریه ای تخصیص لاغل در رابطه با ایران، افغانستان و خود آمریکا. فعالیت های دارم در خارج از به اصطلاح آمریکا در با و یک موقع در سوریه حقیقتش، ولی اون از طریق خیریه اینترنشنال آمریکایی بوده. در هر میبخشه جناب سوربی صدا وقت میگرد اکو میکنه به خود من، نمیدونم اگه با اسپیکر صحبت میکنید اسپیکرتون رو خاموش کنید، با گوشی معمولی صحبت کنید، این ممکنه باشه. آها باشه چشم. در هر صورت فعالیتم شخصی هستش و لازم به تاکید مجددا میکنم که با هیچ دولتی افیلیشن سیاسی، هیچ نوع کنکشن دولتی یا مذهبی که مذهب مشخصی رو پروموت کنم ندارم، حتی ملیت. و واقعا اگر آنست قلبی بخوام بگم، ملت ایران با ملت آفریقا و با ملت عراق، یعنی نیازمندان ممالک برای من یکی هستند و هر کدوم در هر جایی که بتونم ساپورت خواهم کرد. در حال حاضر کودکان ایران و قشر متوسط ایران بسیار به خاطر تحریمات دولت آمریکا به ایران و اخیراً متاسفانه به خاطر مسائل کوبا خیلی موقعیت بدتری رو به اصطلاح می‌گذرونن. خدمتتون بگم در حال حاضر همونطور که میدونید مثلا قیمت دلار 29,000 تومان هست هر یه دلار و قیمت یک کیلو گوشت نزدیک 210,000 تومان در گوشت گوسفند، مثلا قیمت 10 کیلوی برنج 300,000 تومان. پیام من اصلی من جناب سوربی اینه که در این مقطع زمان، در این موقعیت، دوستانی که مخصوصا در خارج امریکا، کانادا و اروپا که اکثر ما ها مخصوصا زمان پزشکی از درآمدهای خیلی بالا و کلون و یا بزنس های دیگه برخوردار هستن، حمایت از مردم ایران وظیفه اصلی و میجر ماست. من خودم رو میگم، همسر من و همکاران و دیگر کسانی که اکثریت موقعیت عالی دارن. شما فکر کنید با یه $10 آمریکا که اوریج یه دونه کافی توی ستارباکس وقتی که تقریبا 300,000 تومان ایران میشه، یعنی میشه $8-$7 یه کافی که فلیور مثلا موکا یا این چیزای فنسی تر، نه حالا بیمت بیسیک قهوه که میشه مثلا $7,500 تومان. منظورم اینه که نبودن گوی، نبودن خرید، نبودن شکلات خیلی فنسی فنسی زندگی نکردن یا رستورانه میتونم رستوران بره نباید که خرید بره در جایی که کودکانی هستن در ایران که ممکنه به خاطر مشکلات اقتصادی تحریم و غیره 2 سال گوش نخوردن. خدمت رو بگم در رابطه بخوام به بیلگه فرمودیم به خاطر امید بود من عادت داشتم در رابطه با کودکان آفریقا جلوگیری از مرگ و میر بود که این ملاقات رو در نیویورک ایرانی. ببخشید خانم زون صدای شما کم شد، اگه ممکنه اون تلفن رو درست چیز کنید مطمئن باشید که ببخشید چون صدای برمیگرده یه خورده دورتر گرفتم رو اسپیکرم نیستم حقیقتش، ولی صدای خودم مرتب برمیگرد. در هر صورت با ایشون تو نیویورک بود که
62 میلیون دلار ایشون به خیریه Save the Children دادن که فقط برای کودکان توی آفریقا بود. در رابطه با جورج بوش پرزیدنت پدر، در یه مهمونی دیگه در نیویورک من اونجا هم شرکت داشتم که ایشون هم بودن، ولی همونطور که میدونین اینا پروموتر بیشتر آفریقا یا داخل آمریکا یا کشورهایی هستن که رابطه خوب باش دارن. خدمتون بگم در چه مورد دیگه فرمودین، در رابطه با آوردن کودکان، بله کودکان سرطانی خیلی فعال بودم و هستم در دوران دونالد ترامپ، به خاطر تراول بن یه مقدار مشکل داشتم، ولی اخیرا سعی داشتم یه کودکی که SMA داره، سرطانی هم نبوده، امریکا بیارم و یه دونه بچه دیگه الان یه سال و نیمه هستش که دارم سعی میکنم این بچه رو بیارم برای درمان. خانم دکتر زونوسی، SMA همین بیماری هست که الان ما حتی میبینیم در ایران پدر و مادرها تظاهراتی را میندازن که دارو برای بچه هاشون نیست به اندازه کافی، ولی شما حتی دارین تلاش میکنین که این بچه ها رو مثلا بتونید بیارید اینجا و اینجا به اصطلاح بتونن هم درمان بشن هم از دارو اینها بتونن استفاده کنن. اینایی که میگن این تحریم ها هیچ به اصطلاح اثری بر روی مواد غذایی و دارو نداره و اینها، اینا رو شما چجوری میتونید توضیح بدید؟ چون من با این اطلاعات کمی که دارم میگم بله درسته که گفتن دارو و به اصطلاح غذا و اینها محدودیتی روش نیست، ولی با کدام بانک شما میتونید پول بفرستید تا بتونن این کار رو انجام بدن؟ یعنی اینا آمریکایی‌ها میگن کچ 22، یه مشکلی درست کردن که خودشون هم نمیدونن چیکار کنن. شما چه توضیحی میتونید به اونایی که میگن چرا ما کمک کنیم؟ دولت آمریکا که میذاره مواد غذایی و دارو اینها بره، جواب شما به اونها چیست؟ جناب سوربی، اولا در رابطه با SMA خدمتون بگم شرکت نوارتس به اصطلاح کانترکت با ایران نداره، زیر تحریم، به خاطر که شرکت آمریکاییه یا اوریجینالی مال آلمان هستش. بیماری SMA الان از طریق رنتیکلی یا سلولای بنیادی از طریق تزریقی به نام اون پولی به نام زولجنسما. زولجنسما متاسفانه خیلی قیمت بالایی داره، یعنی 2.4 میلیون دلار میلیون دلار آمریکاست و بیمارانی که تو خود آمریکا هستن البته 400 هزار دلار به اضافه بیمه یعنی کاور میکنه. و منم هدفم این بود که این بچه ها رو بیارم اداپت کنم اگه بشه و زیر بیمه خودم کمکشون کنم. ولی با قسمت نوارتیس، قسمت فارماسیوتیکال آمریکا، یه پروگرامی داره به نام Manage Access Program برای قشر خیلی ضعیفه به نام MAP. و این برنامه MAP آمبول زولجنسما رو اینجکشنش رو مجانی میده، یعنی از طریق لاتاری اسم بچه کشیده میشه، که من خوشبختانه این موفقیت رو داشتم. یه دونه از بچه هایی که اسم لیستی، یعنی نمیگم من این کار کردم، ولی وقتی اسنویسی علنا نظر فقط فرم آنلاین انجام دادم، اون بچه شانس خودش بود که آمپول مجانی شد. اسمی الان بله متاسفانه خیلی زیاد شده، معمولا کودکان تولد 2 سالگی خودشون رو نمیبینن و یه بیماری که نورولوژیکاله به نام همون سپاینو ماسکولر اتروفی متاسفانه. ولی میگم من با قسمت ژنتیکی نوارتیس مد لاینش به خاطر این بچه اخیر خیلی در تماسم و از تقریبا 3 روز پیش اعلام شده که نوارتیس میتونه داروها رو به ایران بفروشه و بفرسته. حالا تا چه حد صحت داره در حد عمل واقعا نمیدونم، ولی کاری که موفق شدم انجام بدم رجستریشن بچه ها برای آمپول زولجنسما
که از طریق آلمان یه شرکت کانترکتر به نام داربن اونا لاتاری رو میکشن، یعنی خود نوارتیس هم نیستش. من یادم هست که شما یه برنامه خیلی ساده ولی افکتیو مؤثر گذاشته بودید که دوستان میتونستن با یه مبلغ خیلی کمی به شما که میدن اون مبلغ رو شما برنج و روغن میخریدید در ایران. آیا هنوز هم این کار در ایران؟ شما تازگی مثلا دوره کووید و اینا ایران رفتید میاین و هنوز هم این امکان هست که این کار رو انجام بدید؟ چون بعد باز با شما صحبت میکنم تو این قسمتی که شما میگید که اصلا مهم نیست که به شما پول رو بدن، مهم اینه که هر کسی هر جوری به هر کسی که میشناسه کمک کنه و این برای من خیلی جالبه. اون برنامه روغن و برنج رو هنوز هم دارید؟ هنوز هم انجام میدید؟ جناب زوربی، من الان فعالیت خودم قسمت یعنی میجر 95% شخصیه و بعد شاید 5-10% اکچولی 10% یا 5% از دوستان نزدیکی که بخوان انجام بدن. بله، شما با 10 دلار الان دیگه 15 دلار میتونین برنج برای به اصطلاح 100 نفر یا برای یه ماه و نیم یه خانواده به اصطلاح اهدا کنید. من کاری که سجستشن و پیشنهادی که داشتم خدمت بینندگانتون بگم که به راحتی من میتونم شماره حساب مستقیم این مددروها رو بیش از شاید بگم براتون 2000 نفر رو شماره حساباشون رو آماده دارم. یعنی هر کی بخواد اقوامش رو در ایران دونیت کنه و کمک کنه مستقیم به خودشون بدن بدون دخالت من نوعی یا دولت یا دولت آمریکا. خدمت شما اینو تاکید کنم که فرستادن غذا، مواد خوراکی برای یه خیری که سیتیزن آمریکا، شهروند آمریکایی، به هیچ وجه شامل تحریم نمیشه. یعنی پول نوعی مثلا شما که خودتون واقعا آدم خیری هستین و اینو میدونم، به خود منم لطف داشتین که از طریق من انجام بشه، مثلا پول جنوبالی شما مستقیم میتونین پول رو به ایران ترانسفر کنید. خب و میتونین مواد غذایی اونا ایران بخرن به این شرایط که به اصطلاح از طریق بانک ملی ایران یا بانک صادرات نباشه، ترانسفر مستقیم به خود ایران نباشه، از طرف کشوری باشه که دولت آمریکا اوکی میکنه. من شخصا زیر مجوز جنرال وزارت خزانه آمریکا فعالیت میکنم و دارم مجوز خاص میگیرم بلکه چون به کشورهای مختلف کمک میکنم، خب یک به اصطلاح بک‌گراند خیلی شفافی با آمریکا دارم. ولی افراد دیگه من شماره حساب رو دارم، من تلفن مددجو رو دارم، آدرس مددجو رو دارم، خودشون independently مستقل کمک کنن. اما اگه بخواهن از طریق من انجام بدن، من براشون انجام بدم، من یک شرکت حسابداری که اونا به صورت داوطلبی و روی انسانیت کارای منو میکنن و مددکاران خودم با پول خودم هایر کردم، میتونم پولشون رو با شفافیت کامل ایران بفرستم، رسید کامل آمریکا و ایران پارت به کارت تو اینجا بهشون بدم و مستندات کامل از ویس مددرو، خط مددرو، نقاشی بچه، به خاطر که اینا یعنی نیاز قوانین همون 31 CFR و 560 ITR که میشه Iranian Transaction Regulation، نیازی میگم به شخص وسط نیست اینجا، شما میتونین مستقیم این کار انجام بدین. راه دیگه که من اگه اجازه بدین خیلی سریع خدمتون بگم. حتما بفرمایید. من در همین رابطه این صورتی رو که شما برای من فرستادید نشون دادم که خیلی ساده مثلا اونجا خرید کردین، ارقام معلومه واضحه. معمولا
بعضی از این شرکت ها که میان با اسم خیریه و تبلیغ های آنچنانی میکنن خیلی شفافیت ندارن، ولی شما میگید که من اسامی و نمیدونم چیز تماس و حساب 2000 مددجو دوستان، یعنی 2000 نفر به ایشون اطمینان کردن، اطلاعاتشون رو دادن، ایشون میتونه در اختیارتون بذاره. من شماره تلفن خانم دکتر زنوسی رو اینجا نشون میدم، 202-580-91-37. یه فیلمی هم هست که این فیلمه، هم لینکش رو روی فیسبوک میذارم دوستان ببینن، هم در برنامه نشون میدم، فقط ممکنه یوتیوب اشکال بگیره از لحاظ کپی رایت. اونم نشون میده که این خانواده ها چشم انتظار کمک هستن. و در آمریکا هم رسمه که ایام کریسمس و ایام سال نو این کشور با این ثروت، با این قدرت، با این همه غذا امسال داره میگه مردم گرسنه هستن و همیشه به هم کمک میکنن. دم همه فروشگاه ها میبینید این افراد وایسادن، اون زنگ رو به صدا در میارن و از شما کمک میخوان. ما هم اینجا از شما کمک میخوایم، نه برای خودمون، نه برای خانم دکتر زنوسی، برای افرادی که در ایران هستن. من صمیمانه از ایشون تشکر میکنم. ببخشید من اگر وسط حرف شما صحبت کردم، ولی میخوام یه توضیح هم بدید برای دوستان که هدف شما چیه، کلن پیام شما به دوستان شنونده و بیننده چیه؟ آیا اینکه شما باورتون، شعارتون اینه که کمک به هر نیازمند از هر ملیت، از هر مذهب، مخصوصا در این مقطع زمانی، و بیشتر روی صحبتتون با ایرانیان ساکن خارج هست؟ شما بگید به ما که اینها چه خدمتی میتونن به هموطنانشون، به قشر ضعیف داخل ایران و حتی انسانهای کشورهای دیگه بکنن. بفرمایید. بله، دقیقا همون که حضورتون قبلا تلفنی عرض کردم، خصوصی هدف اصلی زندگی من و تئوری من و باور من اینه که کمک به هر نیازمند از هر ملیت، مذهب و دین و مذهب، به هر نژاد. در حال حاضر ایران، قسمت های سیستان و بلوچستان، مثلا روستاهایی که من شخصا اینا رو رفتم قبل کرونا، البته مثل جنت آباد، مثل روستا ملک سیاه، نمیدونم روستا تخت ملک، کنارک که مرز هرمزگانه، یه قسمت هایی که فقط با حیوان شما میتونید برید، جاده کشی نیست، استان خراسان یه جایی مثل کال زرکش، جاهایی دارم قلعه ساختمان، منطقه سیدی. ببینید، قشر بسیار ضعیف هستن، همینطور که تو امریکا میبینیم سر چهار راه واستادن، تو ایران هم هستن. و من پیام منه، وظیفه منه، وظیفه شوهر منه، وظیفه خواهر منه که پزشکم هست، وظیفه پدر منه که پزشکه، وظیفه ما بدون توجه به مسائل سیاسی، حالا اعتقادات شخصی، دولت، هرچی مال خودتونه، هرچی میخواین، همشون هم هیچ کدوم نمیرن ایران. خیلی ها 43 ساله آمریکا دارن شعار میدن ولی علنن پلی میشن برن ایران. درسته ما لیدرهایی داریم، اسم نمیبرم، من لیدر سیاسی هم ایشون، اوضاع مالی بسیاری دارن، عالی. من سوالی که داشتم، شما برای چند تا بچه بلوچستان سرپایی خریدید؟ شما چند تا بچه سرطانی رو یک شب شام گرم دادید؟ کسی که میلیون ها میلیون میلیون دلار دارن. خب در نتیجه شعارا خیلی عالی، محترم، مثلا به عقاید سیاسی افراد کار ندارم، ولی الان وظیفه من و وظیفه اون آقایی که میلیون میلیون دلار داره، یا کسی که 50 دلار میتونه در طول سال بده، به طرف این بچه ها بره، به طرف مهاجرین افغان تو ایران بره. اگه پول نمیخوان بدن، در هر جای ایران لوازم دست دوم خونه داشته باشن، من به نیازمند میرسونم. در هر جای ایران لباس نو یا لباس نیمه نو باشه، من به مدد رو میرسونم.
در هر جای ایران بخوان من مددجو معرفی میکنم با شماره حساب با تلفن، بلکه مددکار دارم ایران. در نتیجه پیام من ایرانیان خارجه تو کانادا ماشاءالله، تو تورانتو، اون همه ایرانی، واشنگتن، لس آنجلس، چیکار ما داریم میکنیم؟ من خودمو دارم میگیرم، خودمو سراپا ایراد میگیرم. خیلی بیشتر از این میتونستم فعال باشم و نیستم. پیامم همینه، به همسر خودم، به خودم، به برادر و خواهرم. مردم گرسنه‌ان، جناب سوربین. مردم گرسنه‌ان، بچه ها گرسنه‌ان. تحریم آمریکا داغون کرده ایرانو. ممنونم از شما. خیلی به هم ریخته. هرکی بخواد به کابل، از خواهر و برادران افغانم، اگه کسی بخواد به کابل، به هر جای کابل کمک کنه، من مدد کار دارم با پول خودمه. فکر نکنین اگه کسی مثلا ایرانی به من گفته ایران بده، من به ایران میدم. ولی اگه افغان خواسته یا خودم بخوام به افغانستان، به راحتی میدم. چون بانک ها میدونین که بلاک نمیشه از آمریکا پول فرستاد افغانستان. در هر صورت وقتتون خیلی گرفتم، ولی لباس، لوازم خونه دست دوم، ایرانیه که از اینجا میرن، من غالبا ازشون خواهش میکنم اونایی که جا دارن مثلا کتای دست دوم گرم میبرن برای مردم، لباس میبرن. سفارش میکنم گل و شکلات نخرید، کودکان و گلهای ایران نیاز به آبیاری دارن. 20 دلار پولی ماهی خانواده است. و حتی اگه هیچی، نه لباس، نه گل، نه پول، من اگه وایس به من بدن، من ترانسفر میکنم به یه بیمار سرطانی، برای بچه سرطانی بگن I love you، دوست دارم. یه پیام. بله، خیلی ممنونم خانم دکتر زنوسی. من میخوام از شما قول بگیرم اگه بشه در آینده بسیار کوتاه شما را از طریق، این روزا میشه ویرچوال حضوری داشته باشیم، از طریق زوم داشته باشیم، از طریق اسکایپ داشته باشیم، تا دوستان اون مهر و محبت رو ببینن، هم در وجود شما، هم در به اصطلاح گفتار شما. و یه بار دیگه من شماره تلفن شما رو اینجا هم نشون میدم، هم از دوستان میخوام که شما چه زیبا گفتید، حتی اگر یه نفر پیام بذاره صداش رو شما برای دیگران پخش میکنید، و اون فیلم رو هم حتما نشون میدم که از به اصطلاح مددجوها گرفته شده، از اونایی که کمک احتیاج دارن، و شما کار خوبی که میکنید صورت اینا رو حتی نشون نمیدید. تو این عکسایی هم که ما نشون دادیم خیلی از این صورت‌ها رو به اصطلاح چیز میکنن، بلر میکنن که مشخص نباشه. و شماره تلفن شما هست 202-580-91-37. دوستان، همون جوری که خانم زنوسی قبلا هم گفته، امبار هم گفتن، ایشون هدفش فقط این هست که کمک کنه به دیگران. حالا این سوالایی که شما بخواین مثلا سوال کنید از چه طریق، اینا باز خیلی ساده ایشون توضیح دادن، چندین مورد بوده، چیزا رو من نشون دادم حتی، ولی همهشون بیشتر شبیه هم میشن، چون رسید پولی هست و اسمای مختلف و اینها، اینا کار انجام دادن. و ما داریم در زبانزد فارسی میگیم کار رو به کاردان بسپارید. من شخصا از شما ممنونم خانم دکتر زنوسی، از همسر شما تشکر میکنم، سلام من رو به ایشون و خانواده برسونید. امیدوارم که در آینده بسیار نزدیک باز بتونید مثل اون برنامه های قدیم که افراد رو جمع میکردید، چون بعضی وقتا تو مراسم دور همی و اینها مردم تشویق میشن بیشتر. متاسفانه این کووید یه مقداری دست و پای همه رو برد تو هم. حالا امیدواریم که بعد از واکسن و اون بوسترش و اینها که زدن، مردم باز دور هم جمع بشن و توی این گرد همایا هدفشون کمک کردن به مستمندان باشه، به اونایی که مدد میخوان، مددجو هستن. من باز هم ساکت میشم، اگر شما صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه به ما قول بدید که باز هم در آینده با ما باشید. زنده باشین. مجددا تشکر زیاد از خودتون که واقعا تلویزیونتون، خودتون پرسنالی کمیتد هستین به مردم ایران، به بچه ها، و من اینو به چشم دیدم.
فقط یادآوری میکنم جناب سوربی که اکثر ولی نمیگم همه خیریه های ایرانی متاسفانه درصد بسیار بالایی رو برای کارهای به اصطلاح ادمنستریشن برمیدارن و من بدترین تجارب زندگی رو با خیریه ها داشتم. شاید کلن خیریه ها ولی من بیشتر به ایران دونیت کردم. سر نمیتونم بگم منو کلا گذاشتن، سر بچه های معصوم ایران رو کلا گذاشتن و من به هیچ وقت دیگه نه با خیریه دولتی نه خصوصی به هیچ کس، ولی خودم با قوانین شفاف آمریکا، یعنی خودم با شفافیت طبق قوانین فعالیت میکنم و سالیسیتیت میکنم بدون کوچکترین ترسی استرادی از دولت آمریکا از پیشگی. و بازم تکرار میکنم هیچ انفیلیشن سیاسی و مذهبی ندارم. بینایت تشکر از حضورتون، خیلی ممنونم. ممنونم از شما، به امید دیدار، به امید فرداهایی بهتر و امیدوارم با شما خبرهای بهتری از ایران و از تمام انسانهای دنیا داشته باشیم که اوضاع همه بهتر باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. زنده باشین، خدا نگهدار. مرسی، به امید دیدار شما. خب دوستان عزیز، با خانم دکتر نسترن زنوسی بودیم و ایشون رو قبلا هم ما در برنامه‌ها باشون مصاحبه کردیم، ویدیوها موجود هست. اسم ایشون رو روی یوتیوب یا روی گوگل که بنویسید میاد. ولی خیلی جالبه، آقایی به نام کاوه احمدی نوشتن که دوست عزیز، تلویزیون مردم که برای بازگشت سلطنت تبلیغ میکند چه نیازی به کمک؟ دوست عزیز مطمئنید شما تلویزیون مردم رو تا حالا نگاه کردید؟ ما برای بازگشت یا برای از بین بردن هیچ رژیمی نه تبلیغ کردیم نه میکنیم نه خواهیم کرد. شما یه بار دیگه لطف کنید آقای کاوه احمدی، برید روی یوتیوب. من خوب شد شما اینو نوشتید، هم لینک این ویدیوی رو که خانم دکتر زنوسی فرستادن اینجا بذارم، هم لینک همه ویدیوهای تلویزیون مردم رو که دوستان در اوقات بیکاری تماشا کنن و یکم انصاف داشته باشیم، یه کمی مواظب باشیم که وقتی میخوایم یه چیزی رو بگیم یه تحقیق کوچیکی انجام داده باشیم. اجازه بدیم من این لینک تمام ویدیوها رو گذاشتم اینجا روی فیسبوک. حالا لینک این ویدیویی رو هم که خانم دکتر زنوسی و دوستان و اونهایی که با ایشون همکاری میکنن لطف کردن فرستادن، این رو هم من اینجا میذارم تماشا کنید. 2 دقیقه و نیم هست و شما هم اگر مایل باشید از خدمات تلویزیون مردم استفاده کنید تا با دیگران کمک کنید، تماس بگیرید، ترتیب این کار داده میشه. و اما اجازه بدین تا من اینو یه جورایی ردیف کنم بیام که شماره تلفن خود ما، تاریخ امروز و چیزهای دیگه دیده بشه. این 1 و 2 و 3 بعد میایم اینجا 6 و خب بله اینم این و 8م اینجا درست شد. و اگر این برنامه رو از طریق یوتیوب میبینید لطف کنید حتما سابسکرایب کنید، ولی اگر از طریق فیسبوک میبینید اون فالو اینها، آقای مسعود کردارم تو این فاصله تماس گرفتن و 2 تام پیام گذاشتن. ای کاش این دوستان از قبل، باور میکنید ما دیگه زبونمون مو در آورد که دوستان یه برنامه رو که میبینید، البته میدونم برنامه زنده مثل اینه که شما الان در جمع نشستید و چون صحبتی میشه میخواین اظهار نظر کنید، ولی خب یه از قبل اگه با هم به اصطلاح مثل مهمونی که از قبل هم دیگر دعوت میکنیم باشه خیلی بهتره. حالا من گوش میکنم با صحبتی که آقای درود بر شما آقای سعودی، فکر کنم توی برنامه هستید، گفتم اگر میشود یه سخن کوتاهی داشتم میتونستم بیام یه برنامه تو صحبت کنم. بعدا شانسم آزمایش کردم، اگر شنیدی که یه زنگ بزنید من یه صحبت آها. این تلفن 202 آقای کردار عزیز مستقیما میره رو پیامگیر. الان مدت هاست این کار رو انجام دادیم و تلفن خود من که شما هم شماره تلفنشو دارید
در موقع برنامه صداش رو میبندم، حتی خاموش میکنم بعضی وقتا که کسی تلفن نزنه. در صورت یه پیام دیگه گذاشتید، امیدوارم که اون پیام چیزی باشه در رابطه با صحبتمون و بتونیم صحبت. بله میشه چند دقیقه روی خط بیام راجع؟ خب همون اشکال اینه، شما با اون زنگ میزنید اون مستقیم میره رو پیام گیر، من چه کار کنم؟ حالا به این شماره من ببینم میتونم زنگ بزنم. اجازه بدید که اینم یه مشکلیه آقای کردا. آهان اسم شما هم تو لیست این مشکل ما یکی و دوتا و دهتا نیست، یه مشکل خیلی بزرگ که من دارم آقای سعید کاووسی. این آقای سعید کاووسی فکر میکنه خیلی خودش با منطقه، فکر میکنه خودش تو ایرانیا خیلی کارش درسته. حالا قولتون میدم اگه یه روزی من برنامه بذارم اینجا، عکس آقای کاووسی رو بذارم اینجا و بگم دوستانی که از آقای کاووسی ناراحتید، دلخورید، فکر میکنید تو معامله به اصطلاح آدم خوبی نیست، فکر میکنید توی صحبت آدم با انصافی نیست، تماس بگیرید، فکر کنم تلفن‌ها منفجر میشه از زنگ زده. ایشون میگه که آقای سربی یه چیزی بگو بگنجه، انسان که همان اهریمن باشد که خودش رو به بهترین بهترین ها خدا نسبت داده، جانوری است پست و پلید که خارج از خشم و تنفر و خشونت و انتقام و غارت و دزدی و دروغ و دیگر اعمال اهریمنی آرامش نخواهد داشت. من پیشنهاد میکنم شروع به پرواز لاک‌پشت کنید که احتمال موفقیت در آن بیشتر از کسب رویاهای غیر عملیتان خواهد بود. اصلا هیچ ربطی با صحبتهای دکتر زنوسی، هیچ ربطی با صحبتهای من که هنوز من امروز صحبت نکردم. بله خب میگه که نفهمیدیم انفجار نطنز چی بود، کسی میدونه؟ خیلی جالبه ماجرای تظاهرات در اصفهان، انفجار در نطنز. روی فیسبوک شما یه دور بزن، همه فکر میکنن اونا بیشترین و بهترین رو میدونن، دو کلمه که باشون صحبت میکنی میبینی اصلا هیچ اطلاعی نداره و اطلاعاتش همه از همین یکی بود اینو گفت و من شنیدم. نطنز دولت ایران میگه ما خودمون داشتیم یه چیزی رو آزمایش میکردیم، ولی یه نفر نیست به این دولت ایران بگه آخه شما تا کی میخواین دروغ بگین؟ ماجرای هواپیمای اوکراین آبروتون رو برد، ماجراهای دیگه یکی پس از دیگری آبروتون رو برد. بابا بعضی وقتا حرف نزنید، حرف نزنید، این خیلی بهتره که یا از آمریکایی‌ها یاد بگیرید، بگید این پرونده در دست رسیدگی است، نمیتونیم در موردش صحبت کنیم. اون یکی میاد میگه که ما با همه ارگان‌ها هم ردیف کرده بودیم آزمایش کنیم پدافندمون رو. فرماندار نطنز میگه من اون موقع داشتم رانندگی میکردم و هیچ کس هم به من خبری نداده، منم صدایی نشنیدم. بازم این اقلا میگه من صدایی نشنیدم، میگن انفجار بوده، نور بوده، صدا بوده و اینها. و اینم ماجرا اسرائیل، اسرائیلم ببخشید تو هم اگه میخوای شکری بخوری خب بخور دیگه، یه کاری بکن که اونا بیان بزنن پدرت در بیارن یا تو پدر اونا رو در بیار، تکلیف ما این وسط معلوم بشه. این که ما نفهمیدیم کجا به کجاست. میگه که سعید یه مدتی باهات کج افتاده، چه خبر اونجا؟ نه بابا سعید همیشه همینجوره، اتفاقا من به همین خاطر دوستش دارم چون منو به چالش میطلبه. کاکا جون شما واقعا دوست داشتنی هستید، خیلی ممنون، شما لطف دارید. ما که اینقدر دوست داشتنی هستیم چرا هیچ کس حمایت نمیکنه؟ دروغ نگم یکی از دوستان امروز ماهیانم حمایت میکنه، ازش تشکر کردم و حتما. بعد ایشون میگه که کاوه خان گل گفتین، من نمیفهمم کاوه که گفته که تلویزیون مردم که برای بازگشت تلویزیون سلطنت تبلیغ میکنه، کجاشو گل گفته؟ اگرم گل گفته یه کمی شل گفته. دوستان عزیز امروز یک شنبه از 14 آذر ماه 1400 برابر با 5 دسامبر 2001 و تو ایران برای هر کاری یه اسمی خودشون مندرآوردی درست میکنن. جمعه سیاه آمریکا که من توضیح دادم چرا بهش میگن جمعه سیاه، چون تا اون روز
همه حسابا قرمز و منفی اون روز هست که مردم رو به طمع میکشونن فروشگاه، چیزایی رو که نمیخوان میخرن، بنجلایی رو که فروشگاه باید برگردونه ببره برزه تو استوریج و اینا میخرن میبرن خونه و خیلی هاش هم منتهی میشه به سطل آشغال. اون موقع فروشگاه ها حساب کتابشون سیاه میشه. سیاه یعنی سیاه خوب، یعنی مثبت میشه. در ایران بهش میگن جمعه شگفت انگیز. میدونید که مثلا توی ایران همون موقع دوره شاه هم این جشن ژانویه رو از مسیحی ها، مسلمان ها بیشتر و با شکوه تر و بیشتر عرق میخوردن. اونا با خانواده هاشون بودن، ایرانی ها همه توی این کافه ها مست و لایشعور بودن. و اما دوستان، شما هم مثل من سعی میکنید پسورد هر حسابی، حساب بانکی، حساب ایمیل، اینا رو هر دفعه استفاده کنید، یا تا بهتون میگه میخواین سیوش کنید، نگهش دارید، میگید بله، و بعد دفعه دیگه اون یک طوری میشه کار نمیکنه، شما یادتون رفته. من فکر میکنم هر دفعه پسورد، یوزر آیدی، اینا رو استفاده کنید تا مغزتون یک کمی ماساژ ببینه. و اما در ایران اون اعدام یک جوان، دو خانواده داغدار، خانواده اون دختری که اینها ادعا میکنن این جوان کشته و انداخته بیرون توی سطح توی چیز، و خانواده همین جوان. و جالبتر از همش یا شگفت‌انگیزتر این بوده که تا این اعدام شده خانواده دختره رفتن خارج، داداش اینم یه سری ویدیو پر کرده و حرف زده و اینا. اتفاقا شاهین یه دو تا ویدیو در این رابطه گذاشته بود. گفتم آقا از بس همه دروغ میگن آدم نمیدونه به کی اعتماد کنه. خیلی ها باور دارن که این برادره با اون برادر همکاری کرده در به اصطلاح سر به نیست کردن این خانم. خیلی ها میگن که نه، از این به زور اقرار گرفتن. بابا جون، زندانی سیاسی تظاهرات میبرن، به زور اقرار میگیرن، ما قبول داریم. ولی از کسی که خودش میگه من اینو کشتم، دعوامون شده، سرش خورده، نمیدونم به ساختمون، به دیوار، برای چی میخواد اقرار بگیره؟ اصلا نقش دولت، نقش آخوندا تو این وسط چیه؟ چرا یکم از عقلمون استفاده نمیکنیم؟ خب شاید نداریم، شاید هم بخوایم نو باشه استفاده نکرده. دیدید مثل ماشین، مثل ماشین نو، شاید ما میخوایم عقل مثل عقل نو باقی بمونه. اینم از این. یه آقایی که برای من یه ویدیویی فرستاده بود به نام آقای مهداد وطن دوست، یه معلمی رو توی ویدیو نشون میده که با کمر شکسته میره سر کلاس. من نوشتم خب تو ایران که میگن اینقدر جوون بیکار داریم، حالا این معلمم دکتر بهش گفته 3 ماه باید استراحت کنی. گویا آقا افتاده از یه بلندی، 2 تا از مورهای استخون شکسته. دکتر بهش گفته که باید 3 ماه استراحت کنی. معمولا یه کورست میبندن که اون بتونه چیز کنه، یا جراحی میکنه، هرچی. این آقا 3 ماه استراحت نمیکنه. یکی دیگه از دوستاش میاد با ماشین ورش میداره، میبرتش مدرسه که باید بره، اونجا میخوابه، به دیگران درس میده. ببینید کارمون اشکال داره. ایشون که معلم دانشگاه که نیست که، تازه همون استاد دانشگاه، ایشون که ساینتیست نمیدونم دانشمند اتمی نیست که، ایشون معلم بچه های کلاس 3 و 4. همون آقایی که میاد اینو میبره دفتر رو برداره بره به اونا درس بده. چون من گفتم این همه آدم های بیکار، این کارا چیه؟ هممون میخوایم نمایش بدیم که ما یک کارایی میکنیم، شقال قمر میکنیم و اینا. آقا اونایی که شقال قمر کردن یکی یکی ثابت شد همه دروغگو، همه دیوانه. حالا شما میخواین جز اونا باشین؟ میگه آقا اونا که شما میگی اونا نمیرن روستا. میگم آقا این آقایه داره میاد اینو ور میداره میبره اونجا. مثل بزنیم که نه خیر، این خود این آقا معلمه. مگه این مدرسه ناظم نداره؟ مگه این مدرسه مدیر نداره؟ مگه این مدرسه بابای مدرسه نداره؟ بابای مدرسه میتونه به بچه ها درس بده تا کلاس 3 و 4 و 5. نکنید این کارا رو به خاطر اینکه جلو ویدیو باشیم. بعد نوشته که بله ایشون بچه شهید هم هست. والا نمیدونم، مثل که ما ملت اصلا تو کار برق میدونید میگن مثلا یه فازش
این برای آدم های معمولی هم مثال میزنن، طرف اصلا نمیفهمه، میگن یه فازش قطعه. شما موتورای سه فاز وقتی دو فاز چیز کنی هم گرم میشه، هم صدا میده، هم اصلا داغونش میکنه، مثل که ما یه فازمون قطعه. حالا اب نداره یه فاز دیگه‌مون قطع بشه، به جای موتور سه فاز و اینا میام روی فاز که میشه همین برق معمولی، برق معمولی خونه یه فاز یه نوله. خب اوکی، دو گردیم دنبال چیزی که چیزی بگیم بگنجه و الی آخر و ببینیم که نه، سعید همیشه این ایرادا رو میگیره. 17000 نفر رفتن ترکیه برای خرید جمعه سیاه. آقا من ترکیه بودم 2-3 سال پیش، آقای زمانیان راننده تاکسی ترک بود ولی دید من ترکی بلد نیستم، با این گوگل ترنسلیت با هم صحبت میکردیم. اون ترکی میگفت انگلیسی مینوشت، من انگلیسی میگفتم ترکی مینوشت و میفهمیدیم هم دیگره. آقای نشون داد گفت این اتوبوس ها میبینی همش با فارسی و ترکی روش نوشتن؟ گفتم بله. گفت یه سری بوتیک دارای ایران مردم رو سوار میکنن، میگن 2 روز مهمون ما بیان بریم ترکیه، این بدبختا رو میکشن میارن، بعد مثلا برای هر کدوم از اینا 2 تا چمدون میتونن ببرن داخل، یه خونه های خراب، یه هتل های کثیف میگیرن، اینا رو اونجا نگه میدارن، اینا میان به فامیلاشون پوز که ما رفتیم ترکیه. واقعا خاک بر سر ما ملت. بعد حالا هیچ کم از خودش نمیپرسه من چقدر به این بوتیک داره اطمینان دارم، این کوکائین و هروئین و اینا نیزاره تو این کیفه، کیفم که به اسم منه که میام دم گمرک. یه کمی بابا این چیزای مجانی و مفت بریزید دور. یه آقای هست به نام آقای علی بندری، دوستان ویدیوی این آقا رو نگاه کنید. اولا من حسودیم میشه بهش که این چقدر میفهمه، چقدر میدونه، چقدر میخونه و چقدر قشنگ برنامه ها رو تو 7-8 دقیقه برای شما حلاجی میکنه، به شما ثابت میکنه که چرا همه ماها میریم و گول این چیزای مجانی رو میخوریم. میگه یه چیزی رو، یه شکلات خوب رو گذاشتن 15 سنت، اینا رو میدونی بعضی از دانشگاه ها حتی امتحان میکنن، بعد گفت یه شکلات معمولی رو گذاشتن 1 سنت، گفت همه اومدن این شکلات ها رو نگاه کردن، اون 15 سنتی رو که یه مارک معروف بود میخریدن، بعد گفت از هر کدوم از این قیمت ها 1 سنت کم کردن، اون شکلات 15 سنتی برند مارک دارو کرد 14 دلار، این 1 سنتی رو کرد مجانی. فکر میکنید چی شد؟ مردم همه رفتن از اون مجانیه برداشتن. اونی هم که شکلات شناس بود میدونست اون خوبه این بده، باز رفت از این برداشت. این هرسه، اینجا بهش میگن گرید. اصلا یه فیلمی هم هست American Greed، برید نگاه کنید، بابای بچهش میکشه، بچه برادرش کشته، اون بچه باباشو کشته برای پول نمیدونم شوهر مامان، از این داستان ها American Greed. اونم نگاه کنید. در رابطه با گوگل ترنسلیت صحبت کردم چند روز پیش، یه نوشته ای رو به انگلیسی، من بعض وقتا دارم میرم یه جایی ندارم فونت فارسی با انگلیسی مینویسم، دیدم شاهین میفهمه جواب میده، ولی اون روز با تعجب دیدم که نوشته که آقا این انگلیسی بود من متوجه نشدم معنیش یعنی چی، براش نوشتم که آقا شما گوگل ترنسلیت استفاده کن، بعد شما که میدونی این انگلیسیه بذار به جرمن برات مینویسه، به فارسی برات مینویسه، یه کمی مواظب باشید ترجمهش کامل نیست. حتی قدیم یادمه که موقعی که گوگل تازه راه افتاده بود و از اینجا میگفتم چجوری برم ایتالیا، میگفت برو تا نیویورک 4 ساعت رانندگی کن، اونجا شنا کن، باورتون میشه شنا کن برو. یا این چیزا بود، یه شعر ایرانی رو از ایرانی به انگلیسی، بعد از انگلیسی دوباره به فارسی ترجمه کردن، همه شد فوش. شعر قشنگی هم بود الان یادم نیست. اینم از این. خب شاهین هم اومد، این مثل جن میمونه، ما تا اسمشو میاریم مثل که موش و آتیش زدن. خب مو هم ماشاءالله زیاد داره. اوکی، این از این. و اما ایام کریسمس و سال نو و کادوهای ناخواسته باعث دردسر میشن. دوستان برگردیم به همون سنتی که توی ایران پول به هم دیگه کادو میدادن، واقعا از این بهتر نمیشه. حتی نرین پولتون رو بدین به یه فروشگاهی مثل والمارت، مثل بست بای، مثل نمیدونم از اون کارت بگیرید، پول بدید به طرف اگه میخواین بهش چیز کنید. خیلی جالبه، مایی که اینجا هی میگیم اگه کسی میخواد حمایت کنه حمایت کنه، دوستمون برمی داره برامون ساعت میخره،
300-400 دلار کلا سر خودش گذاشتن، البته بعد نشد، اقلا اون دوست یهودی که ادعای دوستی میکرده باهاش رو شناخت، گفت آقا این سالهاست میاد اینجا به من چی میفروشه، من با اطمینان ازش میخرم. ولی بعد از این ماجرا من بردم نشونش دادم که آقا این ساعته که شما میگی 400 دلار، این نوش 130 دلار و حالا سوربی گذاشته بفروشه 99 دلار، یه دوستی زنگ زد خریدش 50 دلار. من گفتم بیا بگی برو. میدونی چرا؟ بعضی وقتا یه چیزای جلو چشمت نباشه کمتر هرس میخوری. شما نمیدونید من چند تا پیرن و این چیزایی دارم که کت شلوار دارم اصلا نپوشیدم، این کادو بوده، برای که خب ممکنه رنگشو من نخوام، ممکنه مدلش من مثلا این بلوزایی که از سر میکشن نه پولوور میگن دیگه، نه اینا رو من خوشم نمیاد میپون. حالا پیرن معمولی اینا هم که میپوشیم آدم دکمهشو میبنده، ولی اونا که از سر میبندم فکر کنم داره من خفه میکنه، اینا رو من خوشم نمیاد. حالا شما وقتی برای من اگه چیز اینجوری بخرید درد سر برای من درست کردی، یعنی حالا من مجبور میکنی به یکی دروغ بگم اینو به عنوان کادو بدم به اون، بهش میگن ریگیفت، کار درستی نیست. یا اینکه حالا برینم ببینم کجا خریدی شما، برم اونجا پسش بدم، اونا هم کمترین قیمت رو به من میدن. حالا یک کار دیگه تو آمریکا میکنن، وقتی کادو میدن رسیدش هم میدن، رو رسیده قیمت ننوشته ولی میگه که شما میتونی بری کجا اینو عوض کنی، اینجوری پول از دست نمیدی. ولی بازم چی شده؟ مثلا شما از جی سی پنی برای یه نفر یه لباس خریدی، حالا رسیدش هم داده باشه اون مجبور میشه اونجا خرید کنه. این فروشگاه ها جایی نمیرن که آب زیر پاشون بره. اگه میخوایم به یک کسی کادو بدین از همین اول هم شروع کنید، از همین الان به تلویزیون مردم به وسیله زل هم با شماره تلفن میتونید کمک کنید، هم با ایمیل میتونید کمک کنید. لازم هم نیست حساب داشته باشید، هیچ چیزی هم ما از حساب شما اینجا نمیبینیم که فردا بتونیم پولتون رو کش بیاریم. پیپال همین جوره، اینا بهشون میگن ترد پارتی، یعنی یه شخصی اون وسط، یه شرکتی اون وسط، اونا این کار رو انجام میدن که اونا هم خیلی معتبرن، دنبال 20 دلار 30 دلار 50 دلار بین من شما نیستن. اینم از این. اینجا نوشتم آلمانی به انگلیسی ترانسلیت، و جالبتر از این بود که وقتی برای شاهین نوشتم گو آره عمو اونو که میدونم. خب خدا خفت نکنه، خب تو که میدونی دیگه چرا میای به من برای خود ببین وقت میذاری مینویسی یا پیام میذاری که این آلمانی بود من نفهمیدم، به جایی که 2 ثانیه وقت تلف کنی بزنی ترانسلیت و بعد درباره اون که من نوشتم صحبت کنی. اینم از این. و این آلستید نه نمیخوام. پیدایش اسرائیل صهیونیست ها، بازم دم انگلیسی ها پیدا شد، میگن دم خروس. این آقای بهمن احمدیان اتفاقا برای من نوشته بود که امروز برنامه داره، خیلی جالبه این دوستان اینقدر به خودشون زحمت میدن، برنامه میذارن یه جایی که یه نفر یا 2 نفر نگاه میکنه، حالا خود ما هم اینجا 1000 نفر نگاه نمیکنن ولی بعدا تو یوتیوب اقلا 800-900 تا 1000 تا میان نگاه میکنن، تو فیسبوک اقلا 200 نفر فوش میدن. بگذاریم، این آقای احمدیان میگه اصلا فلسطینی وجود نداشته. آقا این فیلم رو شما برید نگاه کنید، مال خود آمریکایی‌ها هم هست، میگه که پیدایش اسرائیل چگونه بود، حتی قبل از هیتلر بوده، قبل از جنگ جهانی دوم بوده، و اینا به فکر این بودن که برن اوگاندا، بعد میان به فلسطین، و اگر فلسطینی نبوده اسرائیلی وقتی داشته میرفته اونجا میگفته من میخوام برم کجا، میگفته دارم میرم اسرائیل، اسرائیل که نبوده که، اینا که تأسیس. خلاصه گفتم بابا اصلا حوصله بحث ندارم ولم کنیم. و اما آقای علی اکبر خالصی بوشهری لطف کردن پیامی گذاشتن که من ممنونم از ایشون، تشکر میکنم. پیام ایشون رو با هم میشنویم. اجازه بدید من این رو برای شما بیارم که شما هم بیننده برنامه سوربی با مردم باشید. پلیر 3 بله، و پیام آقای بوشهری عزیز. چقدر خوشحالم که دیگه حالا مجبور نیستم اسم شما رو بگم، ربکا بوشهری، آقای اکبر خالصی بوشهری عزیز، و چقدرم ایشون طبع تنز داره. میگه لباس را که از سر تن میکنن محمد نوریزاد دوست داره. آره دیگه، این همیشه سرش توی چیزی بوده.
یا تو سفره آخونده بوده یا حالا مجبوره که این لباس ها رو بکنه برش. اونم داستان جالبیه آقای زمانی. اکتونسی چیزو بذار اینجا لینک اون دوتا ویدیو، یا شاهین جان اگه اینجا هستی یا آقای اکبری اون روز گذاشت نتونست اون یکی که من منظورمه پیدا کنه، که یه لباس، یه روز، یه سری آدم توی آپارتمان، این آقا توی یکیش لنگ میزنه و صورتش زخمیه، توی یکی دومی کم مونده یه قری هم بده. اینجا آقای شاهین غلامرضایی هم با من هم عقیده است که پول از همه چیز بهتره. ناگفته نماند دوستان، پول رو وقت خرج کردی و رفتی دیگه یادت میره که آقای فلانی چند به شما داد، ولی وقتی برات یه کسی یه چیزی خریده باشه هر وقت اونو استفاده میکنی یادت میاد. ببین پس یه مشکل داریم که حالا اون اینجوریه، این یکی اینجوریه، ولی من این ساعته رو که تو برنامه دو سه هفته قبلم نشون دادم واقعا هر وقت میدیدم یاد به اصطلاح انسان نبودن اون کسی که به این دوست ما کلک زده و از دوستی و چیش حسن نیتش سوء استفاده کرده و به این چیز 100 دلاری رو، تازه اینم حالا دست دوم بود، بگو 90 دلار 80 دلار داده بود، 300 400 دلار عصبانی می‌شدم. بریم پیام آقای اکبری گل رو بشنویم. آقای سردی سلام برادر، علی اکبر خالصی بوشهری. از برادران توفیق صحبت کوتاهی کردی. در جلد اول خاطراتم ویراستار بدون اطلاع شعری که بر پیشانی توفیق نوشته بودن نوشته که این شعر باعث توفیق توفیق گردید، در صورتی که چنین نبوده. خانمی با مایو دو تکه کنار دریای ایستاده است، عکاسی شاید آقای سربی بوده، عکسی از او میگیرد و میگوید خانم شما که با پیکینی کنار دریای ایستاده اید، چرا یک دست شما در جلو و دست دیگرت در عقب خود نگه میدارید؟ خانم میگوید چون دو نفش است، میترسم بانک صادرات بیاید و گیشه باز کند. مثل بمب در تهران منفجر شد. همین جمله باعث توفیق به توفیق شد. بخندید تا یک روز به عمرتان اضافه شود. آقای سربی خشم نکنید تا پیشانیش آشوب نخورد. کم کم هم به من مشتبه می شود که دانای کل هستم. آقای سردی در باره زلزله هم از من می خواهد جوابش بدهم. حس کردن درست است چون ادراک دارید و درک می کنید. لمس کردن درست نیست چون با دو انگشت باید لمس کرد که آیا زیر زبر است یا نرم. زلزله که نمی شود لمس کرد. ریشتر تنها کافی نیست، باید دانست در چه عمقی از زمین صورت گرفته. شاهد خروسی بودم که صبح زود مردم بیدار میکرد، سرش بریدند تا بیدار نشوند، خودش به دور دیوار زد و در خمره آب افتاد، بدون سر خفه شد. چون مردار قابل خوردن نیست او را در دریا انداختن. مردم مایل نیستند کسی اونها را بیدار کند، هر کس اونها را بیدار کرد سرش میبرند، میخواهند برای همیشه در خواب بماند. اون کس که نداند که نداند که نداند، در جهل مرکب ابد در بماند. متشکرم. بسیار ممنونم از شما آقای اکبری. چند تا موضوع رو شما گفتید، اون حس کردن و لمس کردن، منم فکر کردم که همون حس کردن درسته برای زلزله، لمس نیست. ولی شما اینجا میگید با دو انگشت لمس کنه، نه با دست هم میشه لمس کنی، با پشت دست هم میشه لمس کنی، با صورت هم میشه لمس کنی، با پا هم میشه لمس کنی. و اینم از این میگه که
یه چیزی رو خانم ملیه خانم نوشته که بیشتر دوستان شما از آلمان هستن، شاید به این دلیل که من همیشه گفتم من آلمان رو کشور دوم خودم میدونم و خیلی هم از اونجا خوشم میاد، این دوستان هم لطف دارن و از اونجا با ما دوست هستن و رفیق هستن. آقای احمدی همچنین نوشته که آقای شاهزاده رضا پهلوی بر روی کوهی از دلار خوابیده، خب کمی از این پولهای دزدی شده از مردم را خرج آن کنند. آقای کاوه احمدی، این منطق شما در این بحث مردوده. دلیلش هم بهت میگم، خب مثل این میمونی که شما به ترامپ بگی برو آقا به مردم کمک کن، ترامپ با همه پولش تازه میشینه به مردم میگه بیاین یه نمیدونم 200 دلار بدین 40 دلار بدین. آنان که غنی ترند محتاج ترند، اون آقای سعدی اگه اشتباه نکنم گفته از تنگی چشم فیل دانستم من، آنان که غنی ترند محتاج ترند. و اینی که رضا پهلوی حالا چرا پول نمیده، این شما داری دنبال یه عذر و بهانه میگردی که خودت چرا پول نمیدی. و خانم دکتر زونوسی قشنگ توضیح داد، گفت شما با 10 دلار 20 دلار میتونید برای چند روز به ایرانی ها کمک کنید، از فامیلتون هم شروع کنید و الی آخر. درسته اگه دوست داشتی یه روزی هم مهمون برنامه ما شو تا ما ببینیم شما کجا رو نگاه کردی که دیدی تلویزیون مردم تبلیغ سلطنت و برگشت اصلا کم مونده. شاید هم شاخ در آوردم، حالا بعد برنامه شاخمو کوتاه میکنم، چون من قبلا وقتا قبل از برنامه با اره میمدم و یه یعنی اره رو میآوردم تو برنامه نشون میدادم که از دست این دوستان ما شاخ در آوردیم و قبل از برنامه شاخ رو کوتاه کردیم. دوستان در رابطه با زاینده رود و اینها میدونیم که خب این عدم مدیریت در ایران خیلی کارا رو خراب کرده، فقط هم چیزا نیستن، کارخونه و اینها هستن که اینا خواستن پرایوت کنن یا به اصطلاح خصوصیش کنن، خراب کردن. نمونهش اون هفت تپه خوزستانه. ولی یه سوالی از شما دارم، اونایی که تو کار جغرافی و تاریخ و اینا هستن و همین الان شما برید بنویسید که رود نیل در مصر داره خشک میشه، میدونید که این اصلا رفته بود که جنگ بشه بین اتیوپی و مصر، درست میگم؟ که اونا سد زدن آب اینا اینجوری و اینها، بعد به خیر گذشت، به قول دوستان شمالی به خیری گذشت. ولی اینا فقط تو ایران نیست، ضمناً خیلی وقتا میریم مثلا میریم کویر لوت، میگن اینی که شما امروز میبینید اینجا دریا بوده و این شنایی که میبینید هر کدومش یه سنگ بوده فلان بوده و اینها. اینا دیگه کاری به آخوند و کاری به شاه و کاری به نمیدونم تیمسار طوفانیان و کاری به احمد علی مسعود انصاری اینا نداره. یه چیزایش طبیعته، یه چیزایش عدم مدیریت صحیح بهش سرعت میده در خراب شدن، همون جوری که اگه مدیریت صحیح باشه سرعت میده در خوب شدن، تسهیلات، آسایش. عدم مدیریت در خراب شدنش سرعت میده. برید نگاه کنید. آقای اکبری خالصی گفت در جلد اول خاطراتم، پس نشون میده ایشون چندین جلد خاطرات نوشته. اگر این خاطراتشو از پسرشون بخوان که برای ما پی دی اف بفرستن، ما هم میخونیم و لذت میبریم. اگر هم کتاب هست که برامون کتابشو بفرستین، توی تلویزیون هم نشون میدیم. ما اینجا رسممون اینه که به اصطلاح کتابا رو یک وقتی کسی میفرسته زحمت میکشه، مثل این کتابی که آقای مهدی مهران نژاد لطف کرده بود فرستاده بود، ضمناً اون روز صدای تلفن، خب معلومه دیدید حتی برنامه خانم دکتر زنوسی وقتی اینا دیگه الان دیگه کس تلفن خونه هم نداره که از این صداش بهتر باشه، با اینا صحبت میکنن بعد این صدای تو گوششون میپیچه، اگه گوشی بذارن به نظر من بهتره، یا اسپیکر صحبت میکنن، اینا مشکلات زیاده. آقای مهدی مهران نژاد گفته بود که صدای شما خوب بود، من خیلی خوشحال شدم گفتم برم خواننده بشم. راستی این خواننده به چه امیدی؟ مثلا جدیدا میرن میخونن پول میدن، رکورد درست، رکورد که نیست، ویدیو درست میکنن، بعد چی کارش کنن؟ بعد بزنش تو یوتیوب مردم مجانی نگاه کنن فوشم بدن. anyway، آقای مهدی مهران نژاد گفت تو سعی میکنم در برنامه های آینده از ایشون استفاده کنیم، احتمالا به وسیله اسکایپ یا زوم.
برای این داشتم میگفتم وقتی یه نفر یه کتابی لوت میکنه، زحمت میکشه میفرسه، ما هم اون کتاب رو توی آمریکا بهش میگن پلاگ یا پروموت، توی برنامه یه تبلیغ مجانی کوچولو انجام میدید. اینجا نوشتم تظاهرات اصفهان، دو سه تا علامت سوال گذاشتم جلوش. خب میدونید که مردم از بیارم اینجا اصفهان ببینم عکس‌ها رو میتونم پیدا کنم، مردم خواستن، کشاورزا خواستن از مردم که به اونها بپیوندن. بذارید من اینو پاک کنم، ولی یه پیام دیگه یه نفر اشتباهی گذاشته اینجا، بذارید من این پیامو پخش کنم. اگه بیننده برنامه ما هستن بدونن که سلام عرض می‌کنم خانم عاشقی، من منصور هستم، خواستم خواهش کنم شماره تلفن آقای مختار رو اگه امکان داره من بدید، چون من یه دونه از این نوشته‌های مجله شون رو می‌خوام. بله، اولا من نمی‌دونم که شما چرا شماره تلفن تلویزیون مردم، شاید یه فیلمی از مثلا خانم عاصمی میدیدی، چون ایشون چندین با مهمان برنامه ما بوده شماره تلفن ما بوده، یا از این اشتباه میشه توی دفتری یه چیزی نوشتین به ما زنگ زدید اشتباهی، براتون هم پیغام گذاشتم، دو روز پیش تلفنتون پیام نمیگرفت، ولی امروز صبح پیغام گذاشتم، پیام شما رو برای آقای مختار فرستادم، آقای مختار گفت ایشون به شما زنگ زده، گفتم بله، ولی یه تعریف هم برای خودتون انجام دادم هم به آقای مختار گفتم، گفتم بابا صد رحمت به خواننده های نشریه شما، اقلا آقای منصور میگه من فلان مقاله رو میخوام برام بفرستید، هزینه‌ش هم میفرستم، دوستان ایرانی ما که فقط دستور میدن. و جالبه وقتی میگم دوستان، منظورم دوستان ها، اونایی که دشمنان مخالفن که ما انتظاری نداریم، اونی هم که دوسته آقا این برنامه رو بذار، آقا این کار انجام بده، ولی هیچ جاش نمیگه من 50 دلارم فرستادم، نمیگه من 100 دلارم فرستادم، و ما میگیم آقا ولمون کن. خب بعد دیگه چقدر بگیم؟ میدونی بعضی ها میگن آقا، اتفاق دیدم شاهینم میگه که من نمیدونم برای چی میگن پول بده. حالا یه مدت که برنامه بذاری دیدم فعلا صدا در اومده که یوتیوب خیلی وقتتو میگیره، وقتتو میکشه. 22 ساله با مرسدس بنز اومدیم تو تلویزیونای ایرانی، الان ماشین تویوتا 13 سال کهنه داریم. اون سالی که من اومدم تلویزیونای ایرانی، مرسدس بنز من یه سال جلوتر از زمان بود، از اونایی بود که 4000 دلار هم زیادتر میدادی ماشینی که نوبتی و فلان اینا از دیگران بخری. ولی حالا 13 سال ماشین کهنه است. خب این وقته، اینه که اون دفعه گفتم بابا شاید اصلا آخر امسال، سال 2022 که اومد ما گفتیم بابا اگه بار گران بودیم و رفتیم، اگه نامهربان بودیم و رفتیم. با آقای کاووسی تو برنامه قبلی گفتم، گفتم آقا من شما رو 35-6 سال میشناسم، خب هر جا میام شما دیگه آهنگ جدیدی که نساختی که، همین تنبک و همین پرکاشنه، حالا یا ریتم حسین تهرانیه یا یکی دیگه است، شما میزنی ما برای شما دست میزنیم. هیچ وقت ما دست بلند نکردیم بگیم آقا امروز باز چرا چهار مزراب زدی، نگفتیم آقا چرا بابا کرم زدی، چون ما اومدیم اونجا. شما میای برنامه رو نگاه میکنی میگی آقا چرا با اینا مصاحبه میکنی، خب منم پروبازی در میارم میگم آقا اینا ساعتی 100000 دلار دادن، ولی شما بیا با ساعتی 100 دلار برنامه بذار. واقعا عجب ملتی هستیم. و آدم تعجب میکنه، کسی که از صبح تا شب تو فیسبوک این ور اون ور داره حرف از لاجیک میزنه، حرف از منطق میزنه، میاد به یه برنامه. شما تا حالا با کدام تلویزیون آمریکایی تماس گرفتید و گفتید آقا موزیک سال 1960 رو دیگه نذار، این آهنگی بوده که بابای من گوش میداده، دوست داری گوش میدی؟ برید یه ویدیوی پیدا کنید مال جورج کارلین، این کمدین خیلی خوبی بود، بیچاره به نسبت آمریکایی‌ها جوان مرد، گفت که یکی از این پوفیوزا آخوندهای مسیحی شکایت کرده به FCA که این فلان مثلا تلویزیون یه چیز نامناسب گفته، بعد گفت من بهش میگم که احمق جون این یکی روشن خاموش میکنه، این یکی کانال نه استیشن رو عوض میکنه، اگه داری یه چیزی گوش میدی دوست نداری برو اونوری، برو اونوری، برو اونوری، بعدم یه چیزی رو 10 بار نگو. من اگه به خودم جرأت بدم اینقدر نادان باشم که زنگ بزنم به یه رادیویی که خودش میگه ما در این ساعت موزیک
سالهای 1980 پخش میکنی و بگم چرا 1980 پخش میکنی و اونا به من بگن آقا نمیخوای برو یه استشن دیگه گوش کن، یا باید دیوونه باشم out of my mind دیوونه باشم تا باز هفته دیگه سر همون ساعت زنگ بزنم باز بگم آقا چرا شما موزیک 1960-1980 و ما هستیم. و کاووسی بدونی که بدونه همین دیوونه ای هست که هفته پیش به من میگه چرا با این مصاحبه کردی، هفته بعدم هم همینو میگه. سبا تبار هم این کارو میکنه، ولی سبا تبار چون شاعره تو یک جلد قشنگتری میذاره ما خیلی ناراحت نمیشیم. خب بریم ببینیم که دوستان اینجا چه کار میکنن. آقای کاوه احمدی، من واقعا میخوام که شما مهمون برنامه باشی، به من بگی ما کجا به اصطلاح چیز کردیم، تبلیغ رضا پهلوی و حکومت چیز. لینک دروغ نوری پرداز، خیلی ممنون. این فیلم آبروی اپوزیسیون رو برد، محمد نوریزاد. دوستان ممنونم از شاهین، گذاشته این لینک رو برید ببینید. آقای زمانیان میگه اگر باران به کوهستان ندارد به سالی دجله گردد خشک رودی. بله این ماجراست. حالا آقای زمانیان من این چند بار گفتم حالا میگم، من موقعی که دانشجو بودم یه دو سه سالی قبل از انقلاب نجف آباد اصفهان اردوی دانشجویی بودم که یه سری از بچه ها رفته بودن سد شاه عباس اونجا بودن، یه سری از ما رفته بودیم نجف آباد اونجا بودیم و ما روزای یه روز جمعه تعطیل بودیم، می اومدیم می رفتیم با مینیبوس از نجف آباد سوار می شدیم می رفتیم اصفهان، می رفتیم کاخ جوانان، کارت دانشجویی نشون می دادیم، یه نهاری هم می خوردیم، بعد از ظهر می رفتیم توی این رودخونه خشک والیبال و فوتبال بازی می کردن. هرچی ما به مردم می گیم بابا این رودخونه های خشک، ایران شیراز هم داره رودخونه خشک، آقای اکبری شاد یادش باشه، آقای اکبری خیابان پیرنیا قبلا نبود، بین میدان ولیعهد و سعدی توی این رودخونه اونایی که ماشین بلد بودن می رفتن پایین خشک بود، از اون ور می مدن بالا، بعدن پل زدن، حالا آب توش باشه یا نه من هیچ وقت اونجا آب ندیدم، همونجا نمایندگی حاج تسلیم اگر ایران ناسیونال باز کرده بود و این رودخونه خشکی که از ساحلی و زیر قرآن نظیر پل علی ابن حمزه و اینا میاد، اینا رو ساخته بودن برای موقعی که بارون میاد یا برف میاد بعد بهار سیل میشه، اینا شهر رو در مقابل سیل نگه داره. حالا ممکنه زاینده رود میگم با این حماقت اینا بدتر شده باشه، ولی جغرافیا و زمان و اینا رو هم در نظر بگیریم. ولی باز برگردیم به این که کشاورزا که این کار کردن، خب فوری چند تا از همینا رفتن گفتن رضا شاه روحت شاد، اونا هم فیلم گرفتن و زدن و تفنگ ساچمه‌ای آوردن و مردم کورشل کردن، بعدم اینا رو فرستادن خونه تار و مار، بعد اونا هی گفتن حالا جمعه فلان جا، حالا ما میام نماز میخونیم. نگاه روز اول عقلشون نرسیده بیان نماز جماعت اونجا بخونن، ولی شعارهای نمازشون یه چیزی باشه که آخوندم پدرش در بیاد، بعد که کتک خوردن، بعد که سوء استفاده مجاهدین رو دیدن، بعد که تار و مار شدن، بعد موقع دزندان شدن، حالا گفتن میام نماز خونیم، اونم گفت از 5 صبح خیابونا رو بستیم هیچ که اینجا نیاد. جالبتر از این اینه، یه خانمی ویدیو نشون میداد موتورسیکلتی‌ها داشتن میرفتن، میگفت نگاه کنید اینا چجوری به مردم حمله میکنن، بعد خودش میگفت هیچ مردم اینجا نیستن. یادتونه گفتم اصفهان گفتن اینترنت قطع شده، بعد خود تلویزیونه داشت با اون یه نفر از اصفهان صحبت میکرد که آقای اکبری گفت آقا من اصلا تو این چند روز همش با اصفهان در تماس بودم، همان فوش دادم به خانم الهه هیکس که این گفته من صبح تماس گرفتم، عصر هم تماس گرفتم و الی آخر، فکر کردم 3:51 ولی 3:15 است. خب آقای اکبری میگه من آیسول، من فارغ التحصیل رشته شهرسازی و محیط زیست هستم و درباره اصفهان و چاهای بی‌رویه حفر شده در اصفهان خیلی مطالعه کردم، متاسفانه اصفهان به خاطر حفر این چاه‌ها روی بشکه بارود خوابیده، در آینده خیلی نزدیک خدا پدرتو بیامرزه. ممنونم، خوشحالم که شما بیننده برنامه ما هستی و میتونی ما رو راهنمایی کنی. بله ببینید، پس فقط همش آب بفرستن برای یه نمیدونم ذوب‌آهن فلان جا و تولید صنعت یزد و اینا نیست. میدونید توی آمریکا میگن که این آخرین
نی بود که گذاشتن روی کمر شتر، کمر شتر شکست. گوش بدید، نی استرا، اوکی؟ مثل همین که باش نوشابه میخوری، میگه این آخرین گذاشتن کمر شتر شکست، یعنی هر چیزی تا یه حدی تحمل میشه، از اون حد که بگذره این آخوندا با حماقتشون این حدود رو رد کردن و هی شترها یکی پس از دیگری به خاطر همین یک استرا یا یک نی داره کمرشون خورد میشه. نمیدونم فلان بچه اومده تولید فلان زده، آب اونجا گرفته، فلانی چاه اونجا زده، آب اونجا گرفته. و ایران یادتون باشه، من یزد بودم، من فیلم یزد رو، دو تا فیلم مال قنات ها رو آوردم که نشون میده ایران سرزمین خشکی هست. اصلا عکسش شما اگه میبینی، لباس ارتشی ها چه رنگه؟ رنگ خاکه. لباس ارتشی های آلمان چه رنگیه؟ سبزه. لباس ماشین های میگم لباس ماشین های ارتشی آلمان چه رنگیه؟ سبزه. برای که اینا سبزن همه جا. این آمریکا چه جوریه؟ یه جاش خشکه مثل آریزونا، رنگش کرم و خاکی و ایناست، یه جاش سبز مثل ویرجینیا. ویرجینیا ما باید هی پول بدیم، هی سم بزنیم به اسفالت که ازش چمن نیاد بیرون، سنگ بزنیم به سنگ. گل سنگم یادتونه بیژن سمندر شعرش گفت و اینها. در هر صورت کجا بودیم و کجا هستیم؟ سناریوی فریب افکار، مندال امینی این فیلم رو فرستاده، شاهینم فرستاده، ممنون و متشکرم. بذارید ببینم که بله، این لینکش دوستان روی فیسبوک الان هست. و فریب، البته این باشگاه خبرنگاران و این امپراتوری فریب و اینها یکی دو بارم پیله کرده بودن به تلویزیون مردم، هی تلویزیون ضد انقلاب نمیدونم مردم فلان اینها. من گفتم بابا شما اسم خودتون رو گذاشتید امپراتوری دروغ، میدونید خودتون امپراتور دروغ هستید، و الا میگفتید مثلا افشای دروغ یا امپراتوری دروغ. نمیدونم دیگه هنوز هم هستن یا نه، هرچی بود معلوم بود پولش مون میدادن اینجور، اونا به ساز اونا میرخصیدن. خب سعید و اینو دقیقه بهترین کادو پول نقد است، قبول دارم. شما نوشتی که لباس، آره این چیه، مورد سلیقه شما نیست، به درد نمیخوره. احتمالاً منظورشون اون هست که اگه کسی کادویی بخره مورد سلیقه شما نباشه به درد نمیخوره. زلزله حس یا لمس، ایشون گفت جلد اول خاطرات کتابشون. چند جلد هست آقای اکبری؟ توضیح بدید. و اما دوستان هیچ وقت فکر کردین چند تا از چیزایی که قبلا من یادمه سالها من کیف دستیم یه پیچگوشتی توش بود، یه آچار توش بود، یه چراغ قوه توش بود، یه چیزایی که لازم میشه یه دفعه هر روزم میبردیم میومدیم. حالا خیلی چیزها رو میبینم دیگه ما تو این داریم، چراغ قوه داریم، تقویم داریم، نمیدونم ساعت آلارم داریم، یعنی واقعا دیگه آدم یادش میره که این فقط تلفن بوده حالا به این روز افتاده. آخرین خبر که کریدیت کارتامون هم گذاشتن داخلش دیگه، الان شما میری اینو میگیری جلو پمپ بنزین یا میری تو فروشگاه ساندویچ برمیداری اینو میگیری پولشو میدی میای بیرون. آخرین چیزی که تو واشنگتن داشتن صحبتش میکردن، حالا دوستان اروپایی نگن ما که اینجا 10 سال این کار میکنیم، گواهینامه دیگه لازم نیست ما گواهینامه هامونو تو کیف همراه خودمون ببریم اینجوری. این گواهینامه میره توی تلفن پلیس که شما رو نگه میداره، که امیدوارم نگه نداره، تلفنتو میدی دستش. اولین چیزی که گفتن پلیس حق نداره به غیر از گواهینامه چیز دیگه ای رو نگاه کنه، ولی از شما میپرسن، مخصوصا از این خانمای بامزه که همیشه یه کم آب با خودشونه که اگه پلیس نگهشون داشت میریزن میگن ما باید میرفتیم دستشویی، تو نگه داشتی ما رو، حالا جیش کردم تو خودم و اینا. از فردا این خانما یه دو تا عکس خصوصی و خوشگلم میذارن، پلیس وقتی گفت گواهینامه اول میزنه رو اون عکس میده دستش. فکر نمیکنید؟ حالا باشیم و ببینیم که پلیسا چه ویدیوهایی بذارن از چه چیزایی مردم با تلفن به جای گواهینامه میدن دستشون. در صورت بچه‌ها لینکش رو گذاشتم، دروغ محمدی نوریزاد رو ببینید. آلمان کارت واکسن داخل تلفن هست، اینجا داخل تلفن نیست، ولی ما میتونیم روی وبسایت
بگیریمش دیجیتالی، اون وقت خودمون اکثر رو بذاریم، اونجوری هم قبول میکنن. سلامتی دوست. چی میگفتیم آلمان؟ پروست؟ پروست؟ خب شاهینم که ما نفهمیدیم این پیتزا شاپش چی شد، گفت دوباره ممکنه واکسن داره چیز میاد، کووید نوعای مختلفش میاد. من بهش گفتم ای کاش به من قبلا گفته بودی، میگفتم آقا ول کن، این مگه دیوونه هستین؟ من و شمایی که نسل اولی هستیم، نسلم نیستیم، من و شما که اولین مهاجر هستیم که بچه هامونو میاریم این کشور یا بچه هامون تو این کشور زاییده میشن، بهتره کار کنیم، کار سخت، سخت گوش، اونا موفق باشن، خیلی انتظار نداشته باشیم، خونه خودمون داشته باشیم، ماشین دومی داشته باشیم، ماشین سومی داشته باشیم، خودم رئیس خودم باشم. این دوست ما آقای بهرامی هرچی ما بهش میگیم هیون میگه نه من سالها رئیس خودم بودم، میخوام رئیس خودم باشم. میگم آقا شما بدترین رئیس رو داشتی. دوستان وقتی شغل بیزینس مال خودتونه، من اگه یکم خستم باشه زنگ میزنم شاهین جان، مثلا اون برای رئیس منه، شاهین جان من امروز حالم خوب نیست نمیام، توضیح هم نداره، تموم شد. ولی وقتی بیزینس مال خودم باشه لنگان لنگان باید برم. اون چی بود میگو بمیر و بدم، اون ماجرای شاگردی بود که گفت سرم درد میکنه، گفت تو بمیر و بدم، یعنی نمیتونی به خاطر یه سر درد بری خونه، نکنین این کارا. خب اینم از این، ممنون. و اینجا گواهینامه رانندگی روی تلفن، تظاهرات اصفهان. بله تظاهرات اصفهان همونجوری که من فکر میکردم، چون رهبری نیست، آدم با فکری نیست، هر کی میاد، هر کسی از زن خود شد یار من، میاد اون دنبال حرف خودش هست و اینها. و نگاه کنید مثلا اصفهانیا میگن مردم بیان کمک، خب این آقا هم میره کمک، ولی شما نگاه کنید این اومده کمک، نوشته کشاورزان. من نمیدونم از موقع ما اینو کردیم 11، وقتی میخوایم یه عکس نشون بدیم بالا و پایینش این چیزا جلو عکس هست، اگه کسی راه حلی داره به ما بگه. این میبینید این نوشته ها اون بالا و اینها، نگاه کنید دوستان، این آقا اومده مطالبه کشاورزان نان شب است. اولا شما اشتباه میکنید، آب روز هست که آب بردن به مزرعه شون تا بعد نان شب داشته باشن. این یک. دو، من برای دوستم نوشتم این آقا کشاورزه، گفت نه 14 روز تظاهرات هست، کشاورزا از مردم خواستن بهشون بپیوندن. گفتم آها، این اونجاییه که هی ما میگیم اگر لیدر یا رهبر نباشه اینا میشن مرغ بی سر، شما میگی این سوربی مأمور اطلاعات نمیدونم فلان. اینه کشاورز بیچاره اومد کتکش خورد و رفت، حالا آب که نداره هیچ، که هیچی، کسی هم نداره که همون دوتا بیلم بزنه، خودش حالا دیگه این ور چشش کور شده، پشتش هم ساچمه زدن. ولی خانم مسیح علی نژاد میره تو کمیسیون شرکت میکنه، اینجوری هم یه دستمال میگیره رو چش، و چقدر هم موثر، همه میگن آفرین بر این دختر قهرمان. آقای مانی خورسندی شعری رو که آقای مهدی مهران نژاد گفته بود درباره اون سال 2003، بیایید بیایید اینجا بوی کباب هست، و آخرش هم گفته بود سربی پته همه رو دادید بر باد، ایشون نوشته بود یکم وزنش میزان نیست. گفتم ای کاش شما این شعره رو صحیح تصحیحش میکردی و میفرستادی تا بخونیم. تظاهرات اصفهان، دوستان شما چی داری ازش؟ این پیامم برای آقای مختار فرستادم دیگه، پاکش کنم، دست و پامون خلوت کنیم. اینم برنامه کانون آوا که این دوستان خیلی مرتب توی کمتر از 2 ساعت این ویدیو رو که ما میفرستیم اونا میکنن یوتیوب رو، میتونید اونجا ببینید. و اما خب اینم از این، این از این، بیایم اینجا زن احترام. آها اینو داشته باشید دوستان، میدونید که همه دنبال این هستن که مساوات، نه همه نه، خیلی ها دنبال این هستن که مساوات برقرار بشه. خیلی وقتا مثلا یه دفعه حتی با آقای دکتر ایران بومی صحبت میکردیم، گفت آقا هی همه میگن روز زن روز زن،
خب هر روز روز زن باشه، ولی اگه از خونه و از اینها شروع نشه که فایده نداره. حالا شما اینو نگاه کن، نوشته شستشو برای بانوان در کارواش کامران بدون نوبت می باشه. دوستان، آقای اکبری تو صف، شاهین تو صف، آقای زمانیان تو صفه، منم تو صفم، 4 ماشین، هممون اعصابامون داغون وایسادیم، حالا بریم ماشینمونو بشوریم. یه خانم میاد، خب بگیم کی میاد؟ خانم ملیه. خانم هممونم ایشون رو دوست داریم، اسمش هم قشنگه. خانم ملیه میاد پشت سر ما وای میسه. آقایی که اونجا وایستاده میگه که نه برو بزن جلو همه. اولا شما اگر رفته باشید ماشینتون رو بشورید، به من بگید چجوری این ملیه خانم، حالا ملیه خانم رقمونو نگیری بگه اسم من برای چی میگی، من که تو صف نمیزنم، این ملیه خانم چجوری از این 4 ماشین رد بشه بره جلو، بره بدون نوبت. این یک. دوم، مگر قرار نیست مساوات باشه؟ خب این که شما دارید مساوات از بین میبرید، از اون وری تبعیض قائل میشید. ما اینو برای طرف نوشتیم، آقا باورتون میشه؟ برای هر کی نوشتم آقا این که میشه تبعیض، شروع میکنن فحش میدن. باورتون میشه دوستان؟ یه چیزی به نظر من، حالا شاید من اشتباه فکر میکنم، مثلا همین نمونه رو الان چشتون رو ببندید، این 4 آدم بد اخلاق اخمو تو صفن، اولی شاهین، دومیش اکبری، آقای چیز، از همشون خوش اخلاق‌تر منم سربی وایستم اون آخر. این ملیه خانم که میاد، اون آقا میگه که آقا خانما برن میام، اوکی من میام عقب ایشون بره جلو. خب اون دومی رو چه کار میکنی؟ سومی رو چه کار میکنی؟ اولی رو چه کار میکنی؟ اینم شد حالا مملکت. از این ور از ترسی که از بون نیفتیم انقدر داریم عقب عقب میریم که از پشت میفتیم و پشت کلمون چاک میخوره. ولی خب بهتره پشت سرتون بشکنه، بهتر از اینه که جلو سرتون بشکنه. خب اینم از این. و یادش بخیر، روانش شاد، این آقای، یا یادش گرامی، آقای آریانپور میگه ما تنها کشوری هستیم که میگیم فارغ التحصیل. باورت میشه آقای اکبری؟ تنها کشوری هستیم که میگیم ما فارغ التحصیل شدیم. میگه آقا مگه تحصیل فارغی داره؟ اینم از این. اینو من بهتون نشون دادم برای اون آقایی که گفتم آقا مگه این آقا کشاورزه؟ نگاه کن، این شعاره بود که یه دفعه اومد رضا شاه روحت شاد، بعدم سازمان مجاهدین خلق ایران، تظاهرات مردم بیرون کشیدن روح رضا خان از قبل برای کمک به خامنه‌ای. ولی من نمیدونم این 1 2 3 4 یکی هم مثل اون چی اسمش کمونیسته اونه. میگن مجاهدین خیلی ناراحتن که مردم حتی هیچ کدومشون اسم اینا رو نمیارن. خب آقای بهرامی یه چیزی برای یکی از دوستای ما لطف کرده، با فدکس فرستاده، برای من نوشته بود با UPS فرستاده، من با UPS و USPS چک کردم، بعدم با فدکس. و من خیلی تعجب کردم که فدکس 2 بسته رو با یه چیزی، با یه دونه رسید فرستاده بود، بعد نوشته بود یکیش رسیده شنبه، نمیدونم چه چیز یا از ساعت فلان، یکیش هم بعدن میرسه. و دوستان سعی کنید آدم ها رو از کارهایی که بهشون مربوط نیست ببرید بیرون. مثلا چیزی که به من مربوط نیست به من نگید، به اون آقا تلفنشو داری، شمارهشو داری، آدرسشو داری، باهاش تماس بگیر، بگو که یه همچین کاری کردم، چک کنید. میگه اگه تنهایین مریض نشین، تنهایی دکتر رفتن از بدترین حسهای دنیاست. والا یه جورایی من اگه لازم باشه هم برم دکتر و اینا، به همسرم به بچه ها میگم نیان، میرم اونجا، چون باور دارم وقتی یه نفر میره دکتر اینا باید بذاره دکتر، بیمارستان اینها، اونا کارشون انجام بدن، و این هی بریم دید و بازدید و اینا که خیلی ناجوره. به همین خاطر من وقتی یکی میره بیمارستان جویای حالش میشم، ولی وقتی هم از بیمارستان میام یکی 2 روز میاد بهش وقت میدم،
نمیرم ملاقاتش تا جون بگیره بعدم برم. این چه عادت زشتیه، هنوز طرف عمل نکردن، ما زودتر از خانوادهش تو بیمارستانیم. خب آقا چطور شو؟ آقا سکته قلبی کردم. خب حال چیکارت میکنن؟ قرار شده فردا صبح دکترم بیاد به من بگه. یعنی دکترش هنوز خبر نداره، ولی من و شما فضول پای تختش وایسادیم، کسی که سکته کرده نفس نمیتونه بکشه، اکسیژنشو برمی‌داره به من و شما توضیح بده. چه چیزایی توضیح بده که نم اون میدونه چه خبره نه من میدونم چه خبره. خب حالا فردا به سلامتی میری 4 ساعت عمل اوپن سرجری، قلب میاد بیرون. حالا میاد بیرون دوباره من فضول زودتر از خانواده‌اش اونجا هستم. خب آقا خیلی خوشحالم که به خیر گذشت. چطور بود؟ فهمیدی؟ نه آقا من بیهوش بودم اون زیر. ولی خب بالاخره چیزی فهمیدی؟ نه آقا بیهوش بودم. اونجوری. اینم ما. دوستان اونایی که فکر میکنن زبان فارسی خیلی کامله، شاهین یه برنامه گذاشته راجع به درود ورود درود خروج. این درود ورود درود خروج بهزاد از کالیفرنیا یه دم من گفتم والا حالا دیگه هی میگن درود، وقتی هم میخوای بری میگن درود، ما نمیفهمیم کسی اومده یا کسی میخواد بره. گاهی سوربی از امروز به بعد وقتی میری یه جا بگو درود ورود که همه بفهمن شما وارد شدی، وقتی میخوای بری بگو درود خروج، البته باید بگن بدرود. اوکی شاهین میگه ما گفتیم خیلی آدم ببین وقت میذاره میره برنامه دیگران نگاه میکنه، از اونا یاد بگیره، از خوبا یاد بگیره، از بداش مثل سوربی ببینه هر کاری این سوربی میکنه اون نکنه. ادب است که آموختی. میگه رفتیم دیدیم آقا طرف برنامه گذاشته، یکی زنگ میزنه میگه درود بر شما، خب این یکی سلام اوکی. دومیش میگه آقا ما دیروز با بچه‌ها جمع شده بودیم، میگه درود بر شما، درود بر دوستانتون، درود بر... میگه من نفهمیدم این درود اولی چیه، درود دومی چیه، درود سومی چیه. آقا آخوندا به ریش ما میخندن، میگن ببین ما همه چیزای اینا رو گرفتیم ازشون، گذاشتیمشون سر کار، دعوای بزرگ اینا شده که بگیم سلام یا بگیم درود. طرف یقه آقای هادی خورسندی رو گرفته تو تگزاس، چرا اول برنامه نگفتی درود؟ بعد خود احمقش بهش میگه آره هادی جان مثلا سلام برادرتم برسون. خب کاک صوبی جان ممنون از شما، شیرازی خوب مهربان، مرسی، متشکرم. و اینم زبان فارسی که ببینید چقدر به اصطلاح کامله. میدونید که تو ایران حالا رسم شده همون موقع گوشت و چرخ میکنن و براتون کباب میگیرن که شما باور داشته باشی هیچ تقلبی نشده باشه. کبابی علی بابا طرف بالاش نوشته آقا من دیگه با خانواده میترسم رستوران برم، نوشته جلوی شما سیخ میکنم بخورید و لذت ببرید. حالا شما اینو به هر زبانی که میخواین ترجمه کنید. اینم نوشته غذا حاضر است، جلوی شما سیخ میکنم بخورید و لذت ببرید. خب اینم از این ماجرا. بریم سراغ ویدیو یا عکسی یا چیزی دیگه اگه داریم، کباب رو ببندیم چیزی دیگه پیدا کنیم. این عکس، آره این مردم ریپورت.com. دوستان بارها گفتم اگه کسی دنبال یه پورتال خبری هست این مردم ریپورت.com پتانسیلشو داره، ولی من چون نمیرسم پیرم دست تنها هستم میام ویدیوی خودم رو میذارم. عکسای رو گذاشتیم، پیپل رو گذاشتیم اگه کسی بخواد حمایت کنه، و گاهی وقتی هم ویدیوی افرادی رو که ویدیوشون رو میبینیم و دوست داریم. این بار مثلا ویدیوی شاهین رو گذاشته بودم، ولی فکر کنم الان ویدیوی همین رودخانه نیل و اینا رو گذاشتم. یه نگاه کنم ببینم، فکر کنم حتما دوستان برید نگاه کنید. و این یکی چی نوشته؟ آها میگه که یه رفیقی دارم که نابیناست، کوره، ازم پول گرفته گفته هر وقت دیدمت بهت میدم. اینم خیلی جالبه. یادم میاد چند سال پیش این آقای مرتضی، این آقای جلیل مرتضوی اومده بود اینجا، رفته بود پهلو داور، بعد نوشته بود که من رفتم واشنگتن، رفتم داورم دیدم. ملت براش نوشته بودن شما مگه نگفتی نابینا هستی، چجوری رفتی داور دیدی؟ گفته بود بابا جون من لیگالی نابینا هستم و من چیزا رو باید بیارم به این نزدیکی که ببینم، و عینکم میزنه به این درشتی، میگه من آدم ها رو که میبینم مثلا یه سایه یه شبهی میبینم. خب باید بگم چی؟ بگم رفتم پهلو داور، داور رو ندیدم، رفتم پهلو داور، داور رو لمسش کردم، رفتم پهلو داور، داور رو شنیدم. عجب ملتی هستی. خب بیان از
دل این آقایی که زن داشته گوش کنیم یا بشنویم. گشنویم نیست، من براتون میخونم، ببینیم چی میگه. میگه که فکر کن یه روز بهت گیر بدن یا گیر میدن. بله، فکر کن یه روز که بهت گیر نمیده. آها، این میگه که زن داشتنم خیلی کار سخت و عجیبیه. یه روز که بهت گیر نمیده یا قور نمیزنه، تو جای خوشحال شدن میری میگردی دنبال علت این تا حالشو خوب کنی که دوباره بیاد بهت قور بزنه و گیر بده، و گرنه دهنتو سرویس میکنه. اینم نوشته پوزخند. یعنی میگه وقتی هم بهت نق نمیزنه، تو نگران میشی که چی شده، چه کار اشتباهی انجام دادم که نق نزده. این تنها رفتن دکتر رو اینجا پاک کنم. حالا متوجه شدم وقتی چیزها رو پاک میکنم میپره. من اون روز تو برنامه گفته بودم که کفش ملی و آقای پتیک چون از دقت زیادی برخوردار هست، برای من نوشته بود آقا گفتی کفش ملی تجریش ولی نشون ندادی. وقتی نشون دادم آقا نمیدونم این مأمور ساواک بوده چی بوده، شماره شناسنامه کارمندا و اسم رئیس شعبه و چند تا کفش میفروشن و اینا رو دادم. من اولین و آخرین باری که کفش از کفش ملی خریدم، یک کفشای آورده بود به نام اسپارتاکوس، 280 تومنم بود ازش خریدم. حالا این کفشری که دیدم یادم افتاد که خب این آقای چیز که با همسرش هم ما سالها صحبت میکردیم، روانش شاد این خانم، یادش میره آدم ها واقعا چقدر بده، این اسما رو چرا خارجی میذاشتن؟ شما که اومدی اسم کفش ملی رو گذاشتی ملی، اسم به این خوبی، برعکس اونایی که گذاشتن کفش بلا و وین و اینها، اومد چرا این اسما رو بذار البرز، بذار سهند، بذار یاسوج، که مردم بگی من کفش یاسوج خریدم. دو نفرم بر کفش رولاند، اصلا گفتنش برای ما لئونه با همدیگه مشکله. اوکی، حالا یه بارگی بگیم لولان. اوکی، این نوای من اولی که شروع کردن صحبت کردن به جای یلو میگو لیلو. رونالدو ما داریم، رونالدو هم داریم، این یکی رولاند یا رولاند. برای آقایان و جوانان در تمام فروشگاه های کفش ملی، کفش ملی در خدمت مردم ایران. این علامت فیل اگه یادتون باشه، بعد الفانتن شوه هم بهش میگفتن. اینم از این آقای ایروانی. بله، خب ببینیم این چیه. میگه که این عکسایی که توی وبسایت و اینا میگرده، بعد هر کسی دوباره از زن خود شد یار منو مینویسه. این نوشته که فکر نمی کنم او هیچ وقت در مورد حقوق زنان چیزی خوانده باشد، اما مردانگی یک غریزه است. خب حالا شما از کجا میدونی که این یه جای ایران که زن سالاریه؟ من شمال رفتم و دیدم، این خانمه میگو علی آقا برو این اردک رو بگیر بیا. این علی آقا همچین با سرعت میرفت، اصلا فکر میکرد الان اگه نره خانمه میبنددش اونجا به چوب و اینها. شما الان از کجا میدونی که این غریزه مردانگی و انسانیتش هست، یا اینکه این خانمه بهش زور گفته نشسته بالا و این آقا با وجودی که قوز داره و پیرتره باید پیاده را بره؟ اینم اون سوی ماجراست. همیشه میگن هر داستانی دو سمت و سو داره، یکی سمت شما که تعریف میکنی، یکی سمت من، یکی حالا میگن سه تا داره، یکی هم واقعیت. من حقیقت خودمو میگم، تام حقیقت خودت رو میگی، ولی واقعیت ممکنه هیچ کدام از این دوتا نباشه. خب اینم از این، اونم نشون دادیم. این یکی چیه؟ بله، تگزاس. آه، در رابطه با کفش و اینا بود، چون تو کفش ملی بودم این کفش بلارم دیدم، اینم بهتون نشون بدم یاد تیپ های اون روز بیفتیم. نوشته تگزاس را معرفی میکند، بلا تگزاس را معرفی میکند، کفشی برای مقابله با برف، سرما و یخمندان که زیبا هم هست. تگزاس را در فروشگاه های کفش بلا ببینید، با زمستان مهربان تر می شوید. اینم از کفش های بلا و کفش ملی.
خب ببینم دیگه چی گذاشتم اینجا، این دوتا رو پاک کنم براتون. حالا بیایم. آها میگه که این واقعا جانسوزها، ننگ بر آخوندهایی که نه خودشون نه بچه هاشون رفتن جبهه ولی اینا رو به جانباز حالا معلول هرچی بگه، نشته تیر و ترکش ها را ما خوردیم، بیت المال را شما. این ما بودیم که پا روی مینها گذاشتیم و شما پا روی خون شهدا. کاش توی تقویم یک روز به نام روز نامرد هم داشتیم، اون وقت میشد به مفسدین. این نمیدونم زیرش چی نوشته که اینجوری من نمیتونم بخونم. میگم بتونی، این مشکل این برنامه چیز اینجوری شده. اینو نگشون دادم، اینه. نمیدونم چرا نمیشه خوندش. بله متاسفانه. اون وقت میشد به مفسد، این نمیدونم درصد این پایینش رو نمیشه خوند. باید یه راهی پیدا کنم که این بالا پایین عکس ها رو اینجوری بلاک نکنه. اصفهانی میگه که اصفهانی قصاب میاره یه گوسفند واسش قربونی، اصفهانی قصاب میاره که یه گوسفند براش قربونی کنه، بهش میگه میخوام برام تیک تیکش کنی برای کباب قرمه و دیزی، کله پاچش هم تمیز کن، بچه ها دوست دارن، روده و معده‌ش هم بذار کنار برای سیرابی، پوستشو با خودت نبر یا میخوام سجاده درست کنم، پشکلاش هم برای باغچه، آشغالاش هم برای گربه، با استخوناش هم سوپ میپزیم. گوسفنده یه نگاهی به اصفهانیه میندازه و میگه میخوای صدامم ضبط کن بذار برای زنگ موبایل. اینم جوکای جدیده. خب دوستان عزیز اگه اجازه بدید ما هم ساعت 3:43 دقیقه است تا 3:45 دقیقه با شما باشیم، بعدش بریم دنبال کار و زندگی. از اینجا که نمیشه پولی در آورد و شما دوستانم هر چی ما میگیم عین این که تو گویی چی میگو؟ میگفت به من گو و به همبون، تو گویی به همبون یه چیزی. به این تحلیل میگن تحلیل مختصر مفید. رژیم ایران در حالی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا کمربندها را محکم بسته که اساساً شلواری به پا ندارد و فقط همان کمربند را محکم بسته. استیو هانکه استاد اقتصاد کاربردی دانشگاه جان هاپکینز. دوستان اینو داشته باشید، شما وزیر امور خارجه آمریکا را قبول دارید؟ برید ببینید دیروز چی گفت. گفت آمریکا اشتباه بزرگی انجام داد که از برجام رفت بیرون، حالا ایران پاشو کرده توی یک کفش، میخواد از ما چیزای بیشتری بگیره، میخواد حتی دولت بعدی هم نتونه باطلش کنه. از اون ورم شنیدم 40 نفر با این گروه رفتن برجام، براشون جوک ساختن، میگن آقا شما میخواستید برید بگید نه، دیگه 40 نفر لازم نبود، همون یک نفر لازم، به همون یک نفر کافی بود. این عکس رو هم به عنوان حسن ختام برنامه امروز بهتون تقدیم میکنم. برنامه من همینه، از هر دری سخنی. یادتونه میگو از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در سری برنامه های آنچه شما خواسته اید. ولی ما کاری به این نداریم آنچه شما خواسته اید، هرچی خودمون دلمون خواست و دیدیم توی این یه هفته جمع میکنیم به شما میگیم. از آقای مسعود کردار خواهش میکنم روی کاغذی بزرگ بنویسه برنامه های سربی، روزهای یک شنبه از ساعت 2 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر به وقت نیویورک. من یادم باشه اگه میخوام تو برنامه صحبت کنم پیام بذارم، اگه میخوام با خودش حرفی بزنم پیام تکس اینها رو قبلا، نه در حین برنامه. بازم از یکایکتون ممنون و متشکرم. و این عکس رو که من دیدم میتونم بگم شرح حال من هست و شما. حالا کدومش منم کدومش شما، اون رو هم واگذار میکنم به شما. ضمناً اونایی که ترسوان، بزدلن، احمقن، نادانن، با من مخالفن ولی فکر میکنن دشمنیم، با ترس، با لرز، با صدا عوض کردن پیغام میذاری، من پیام شما رو مثل خودتون میندازم تو سطل آشغال.
بهتره صحبت کنی، بگی دردت چیه، چه اشکالی داری، کجا فکر میکنی من اشتباه میکنم. مردم گوش میدن، میگن این آقا درست میگه. ولی تا زمانی که از ترست میای میلرزی که دوتا فوش بدی، احمق جون، فوشاتم میره تو سطل آشغال. پس برید اینو نگاه کنید و شما بگید کی کیه. میگه نه خر میدونه چی میکشه، نه شتر میدونه کجا میره. دقیقاً حال و روز مملکت ماست، دقیقاً حال و روز برنامه سربی با مردمه. روز و روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر و آیندهی روشنتر. مرسی که با ما بودید.